میگه الله نور و سماوات بر عرض چوپی، این حدیث یا آیه؟ آیه هستی که قرآن داره میگه خداوند نور آسمان ها و زمینه. یعنی چی فکری؟ خدا نور آسمان ها زمینه، یعنی چی جمله؟ خدا نور آسمان و زمینه یعنی چی؟ بابا ما با نور خورشید، نور لام، انواع نورهای دیگر آشنا هستیم، میدونیم که خداوند نورهایی نیست که از اجسام ناشی میشن، یعنی منشأ مادی دارن. پس نور بودن خدا یعنی چی؟ بگی میگیم خدا نوره. بابا نور در حالت کلی در لغت چوپی نور، خب نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکاره، تازه سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگه هم میشه. این تعریف به کلی نوره، قبوله؟ پس ما فهمیدیم نور یعنی اون چیزی که خودش پیدا و آشکاره، باعث پیدایی آشکار شدن چیزهای دیگه هم میشه. نورای معمولی هم این خاصیت دارن، خودشون آشکارن، باعث میشن چیزای تو اتاقو ببینی. این نور اگه نبود نمیدیدی که میرفتی تو میزت. حالا خداوند نوره یعنی چی؟ خداوند نور هستی است یعنی تمام موجودات وجود خودشون رو از او میگیرن، به سبب او پیدا و آشکار شده پا به عرصه هستی میذارن، وجودشان به وجود خدا وابسته. پس خداوند نور هستی یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات وجودشون از خدا میگیرن، به سبب خدا پیدا و آشکار میشن، پا به عرصه هستی میذارن و وجودشان به وجود خدا وابسته است. از اون نکاتیه که احتمال سوال اومدنش در امتحان نهایی در قسمت پاسخ کوتاه بسیار زیاد، یا حتی میتونی تو پاسخ بلند بده. یه خداوند نور هستی است را شرح دهید، همین خداوند نور هستی است را تعریف کنید. یعنی چی؟ بعد اینا رو بنویسی، اینا که مارک کردم، یعنی تمام موجود وجودشون از خدا میگیرن، به سبب او پیدا آشکار میشن، پا به عرصه هستی میذارن، وجودشان به وجود خدا وابسته است. به همین جهت هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب میشه. به به، هر چیزی در این جهان، اون پسر سمتریه، هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهیه. چوپی آیه یعنی چی؟ آیت یعنی چی؟ نشانه. باری کلا، آیه ای از آیات الهی یعنی چی؟ نشونه ای از نشونه های خدا. میگه الله نور و سماوات و الارض، اون آیهه کدوم مفهوم برداشت میشه؟ میگه آیه ای از آیات الهی، نگه نوری از انوار الهی، چرت و پرت نگه. انوار الهی چیه؟ من گفتم خداوند نوره، مثاله، مفهومش اینه. پس نوری از انوار الهی ما نداریم، این جمله جمله غلطیه. میگه چی؟ میگه آیه ای از آیات الهیه. یعنی هر چیز رو میبینیم یاد خدا میفتیم، هر چیزی نشانگر خالق خودشه. در واقع هر موجودی در حد خودش تجلی خداونده. سوال ببین سعی غلط میده روانیت میکنه ها تو امتحان. همه موجودات به یک اندازه نشانگر خالق خود هستن. غلطه. الان نگاه نکن جلو چشتا نشسته خونه آقا این غلطه، در حد خودش درسته. تو امتحان روانی میشه، درس یکی امتحانه، صفحه چندیم؟ 4 صفحه درس دادم. خونه دیدی ملت چه جوری دینی میخونه که چوپی دیدی دیگه، تو نیم ساعت 70 صفحه میخونه، تو ورق میزنی میگه حفظ صفحه دینی خوندم. اون جایی هم که نمیفهمه اینو نمیاد، اینجوری که نمیدن تو امتحان اینا نمیاد. اونا که نمیفهمه رو میگه نمیاد، همونا سوال میاد، بعد میگه من نمیدونم چرا شدم 17. اونا که نمیفهمه رو میگه نمیاد. در هر موجودی در حد خودش میز، در حد خودش صندلی، در حد خودش من، در حد خودم واعظی، در اون که اصلا چیزی نداره ارائه بده، هر کس در حد خودش نشان دهنده خالق خودشه و نشانگر حکمت و قدرت و رحمت خداست. حکمت، قدرت، رحمت خدا و سایر صفات الهی است. از همین رو آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند، تو قرآن با من باش، به دقت و اندیشه در جهان هستی مینگرند، یعنی تو جهان دقت میکنی، فکر میکنی، دور و برتو میبینی، در هر چیزی خدا رو میبینی، یعنی هر چیزی رو ببینی یاد خدا میفتی. چه کسانی چوپی هر چیزی رو ببینن خدا رو میبینن؟ اونا که به دقت اندیشه در جهان هستی مینگرن. بچهای من الان دو تا کادر کشیدم، یه جمله هست، من دو قسمتش کردم. علت کادر اوله یا کادر دومه؟ علت یکی یا دو؟ چت بده بگو من بفهمم علت. من رو یاد گرفتی، خیالم راحت شد.
علت یکی یا دو؟ از خود سوال میپرسی علت این چیه؟ اینه، پس این میشه علت، این میشه معنی. خود سوال کن علت یکی یا دو؟